آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین. آدینتون به شادی آقای امیر. خوبین؟ سلامتین؟ سال نو رو چطور شروع کردین؟ سال نو سالیست که فعلا ما در سایه کرونا، نه فقط کرونا، اومیکرون خیلی شدیده و ارزیابی کردن که در ظرف 7-8 روز آینده ممکنه تعداد مبتلایان در اسرائیل به 500,000 نفر برسه. حساب بکنید که اگر به نسبت جمعیت آمریکا بگیم میشه 5,000,000، نه شاید هم بیشتر. به هر حال خیلی وضع خرابه، ولی خب ما سعی میکنیم که آدم های خوشبینی باشیم، سال نو رو با نیکویی، خوبی، پویایی و مانایی آغاز بکنیم و به امید فردای بهتری باشیم. ما انسان ها همیشه به امید زنده هستیم. بفرمایید. قبل از شروع برنامه، این چای شما خیلی وسوسه انگیزه، واقعا چای ما خالی. تشریف بیارید با هم چای بنوشیم. بپردازیم به شماری از مسائل مهم مثل برجام. از برجام چه خبر؟ تحریما به نظرتون کی لغو میشه؟ آمریکا این تحریما رو برمیداره؟ خانم نگار، به پروردگار عالم قسم میخورم که من نمیدونم و هیچ کس نمیدونه. انقدر این زیر و بم داره، یه روز اینطوری میگن، یه روز اونطوری میگن و معلوم نیستش که واقعا این به کجا خواهد انجامید، چون روی یه چیزای جزئی توافق شده. اینکه نماینده ارشد کره جنوبی رفته وین، کره جنوبی بین 3 میلیارد تا 5 میلیارد دلار به حکومت ایران بدهکاری داره، اینکه رفته اونجا این نشون میده که آمریکا میخواد به هر حال یه حب قندی، یه شیرینی تو دهان حکومت ایران بذاره و شیرینش بکنه. نگرانی در این است که اگر فرض بفرمید که 5 میلیارد دلار به دست حکومت ایران برسه، این میتونه اینها رو 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه را بندازه و دوام بیارن و این خطرناکه. تو اسرائیل هم دیدگاه ها تضاد داره، برخی میگن که دارن به توافق نزدیک میشن، برخی میگن نه هنوز خیلی دورن، بعضی میگن که توافق خیلی جزئی خواهد بود، میخوان به یه ترتیبی این گردونه رو به چرخ در بیارن. چون باز همیشه گفتیم و تکرار میکنیم، اگر بگن که مذاکرات شکست خورد، اون موقع یه گزینه دیگه باقی میمونه که هیچ کدوم از طرفین نمیخوان. ولی در حکومت ایران افرادی، عناصری، نهادهای، جبههایی وجود دارن که اینها سرشون بوی قرمه سبزی میده. همین عملیاتی که در ماهای اخیر کردن، همین تعرضی که به عین الاسد در عراق کردن، اینها همش به منظور تحریک ایالات متحده است که ما امتیازات رو به زور ازتون میگیریم و به تجاوزهای خودمونم ادامه میدیم. البته من احساس میکنم که آمریکا وارد میدونه که چه میگذره و تا به حال که همچین وا نداده آمریکا، ولی برخی از محافل اسرائیلی عقیده دارن که آمریکا الان در آستانه دادن برخی امتیازات به حکومت ایرانه و این از دیدگاه اسرائیل خطرناکه. بفرمید. آقای امیر، یه سوالی برای خیلی ها مطرحه. تحریم اقتصادی آمریکا کمر مردم رو شکسته. اتوبوس خوابی، گور خوابی، پشت بوم خوابی. اگه دولت آمریکا با دولت جمهوری اسلامی مشکل داره و میخواد این تحریم ها رو برای فشار به اون انجام بده، این فشار داره رو به مردم وارد میشه. اینو چجوری شما تحلیل میکنید؟ ببینید، من قبول دارم که فشار بسیار شدیدی بر ملت ایران هست، بعداً در فرصتی توضیح خواهیم داد، چیزی که معمولا همه میدونن فشار زیاده. ولی من میگم که این فشار نه به خاطر تحریم هست، به خاطر سوء مدیریت حکومته. حساب بکنید که در ظرف 8 سال 10 سال گذشته
بگیم 12 سال گذشته اینها 1,000 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتن. چقدر از این پول رو برای رفاه مردم خرج کردن؟ در دوران حسن روحانی و احمدی نژاد و قبل از اون محمد خاتمی چه گشایشی در امور مردم رخ داد؟ برعکس، روز به روز، هر روز، علی رغم اینکه مثلا 100 میلیارد دلار در یک سال درآمد نفتی داشتن، وضع اقتصادی ایران خرابتر شد، دلار گرانتر شد و غیره. بنابراین من استدلال میکنم که وضع بد اقتصاد مردم در درجه اول به علت سوء مدیریت هست. این یکی. دوم این که هم در اون دوران که پرسیدیم پولا کجا رفت و هم امروز، حکومت ایران همچنان به حاتم بخشی هاش به سازمان های ترور ادامه میده و این پول ها رو مرتب برشون میفرسته. در واقع اینا نون مردم ایران رو میگیرن و اون پولی رو که باید صرف رفاه مردم بشه، حتی در شرایط کنونی تحریم، میفرستن برای سازمان های ترور. ببینید، یه مثال بزنم، یه مثال خیلی ساده. به بارگاه یا گنبد یکی از اماکن مقدس شیعه در کربلا رو تلاپوش کردن. میگویند که هزینه تلاپوش کردن این گنبد 500 میلیون دلاره. 500 میلیون دلار پول مردم ایران. حالا حساب بکنید که با این 500 میلیون دلار چند تا تخت در بیمارستان ها، چند تا بیمارستان میشه درست کرد، چند تا مدرسه میشه احداث کرد، چقدر فرصت های شغلی میشه به وجود آورد. اینا برایشون مهم نیست. یک چنین مبلغ کلانی رو میدن برای ساختن یک گنبد طلا در یک مکان مقدس شیعه که مورد احترام ماست. ولی چرا ایران باید، ملت ایران باید این پولو بدن؟ چرا این پول رو از کل مسلمانان شیعه جهان جمع نکردن؟ بعدم چرا آستان قدس رضوی که این همه درآمد داره، چرا از بودجه اون بر نداشتن که به این کار بدن؟ این یه نمونه شه. نمونه های دیگرش خیلی نمونه زیاد داریم. مثلا مسئله داروست که توی ایران ادعا میکنن که چون تحریمه ما نمیتونیم دارو بخریم، ولی معلوم میشه که کارتل های دارو وجود داره که یه مقدارش دست سپاه پاسدارانه که داروها رو به قیمت بسیار گزاف، به 2-3 برابر 4 برابر قیمت به بازار میرسونن، و یا کارتل ها یعنی شرکت های واردات داروست که همش سران رژیم وابستگی داره. بنابراین اینها دارو رو از مردم ایران دریغ میکنن که گرونش بکنن، که به صورت قاچاق بخرن و سود اینها چند برابر بشه. بنابراین این ادعا که تحریم هاست که باعث نگونبختی ملت ایران شده و آقای بایدن باید بدونه که ادامه تحریم ها فقر ملت ایران رو زیاد میکنه، نه، امید آقای بایدن این بوده است که حکومت ایران پول کمتری داشته باشه که به حماس بده، به حزب الله بده، جاهای دیگه، به حوثی های یمن بده، در سوریه هزینه بکنه و غیره و غیره. ولی میبینیم که این امید هم چندان عملی نشده. البته پولی که حکومت ایران هر سال میده به سازمان های ترور که ازشون نام بردیم خیلی خیلی کمتر شده، ولی هنوز ادامه داره. یعنی اون پولی که باید صرف غذای مردم بشه همچنان این به سوی سازمان های ترور سرازیر هست. نمیخوام زیاد صحبت کنم، بعد شاید بپرسین که به اوضاع عراق بپردازیم، به حوثی ها بپردازیم و غیره. اینا همشون دست پرورده حکومت ایران، مزدوران رژیم ایران هستن و بلگویان این حکومت. بنابراین حتی اگر تحریم ها برداشته بشه، من بعید میدونم که پولش به صرف رفاه مردم ایران برسه.
بمب طرحهای اتمیشون خیلی هزینه کلان داره و همینطور طرحهای موشکیشون، موشک بالیستیک به هوا پرتاب میکنن، ظاهرا میگن که این ماهواره بر بوده، ما میخوایم که بیاد و یک ماهواره رو در فضا قرار بدیم. درست یادم میاد گفته های ماری آنتوانت ملکه فرانسه رو پیش از انقلاب کبیر فرانسه پرسیده بود که چرا مردم انقدر داد و فریاد میکنن. یکی از دستیارانش میگه خانم نان ندارن بخورن، گرسنن. میگه خب برن شیرینی بخورن. یعنی اینها میاین و پول نان ملت ایران رو به صورت موشک میکنن و به هوا میفرستن و میگن خب شما نون ندارین برین موشک بخورین. و این وضعیست که نمیتونه دوام پیدا کنه. بفرمایید. ممنونم. همینطور که شما راجع به رانتخاری های مختلف داشتید میگفتید، اشاره کردید به حوثی های یمن. من داشتم فکر میکردم که همچنان که مذاکرات وین داره انجام میشه، گفتگوهای برجام انجام میشه، سپاه پاسداران مشغول کار خودشه، اسلحه میفرسته برای یمن، کشتی باریش رو آمریکا گرفته بود پر از اسلحه، موشک‌های بالستیک هوا میکنه سپاه پاسداران، رزمایش‌های مختلف، کاتیوشا پرت میکنن تو عراق و خیلی نمونه های مختلف مثل این. چطور این مذاکرات ادامه داره؟ بالاخره کوسه و ریش و پهن، ریش پهن که نمیشه، این پس و پیش شدن ها چیه؟ بله آفرین، شما همه رو یک یک برشمردین. بله ببینید، همین حمله کاتیوشا ها به پایگاه عین الاسد آمریکایی ها یک نمونه است. آمریکا گفته که ما از حضور نظامی سربازامون رو جمع میکنیم، ولی در واقع آمریکا تعهد کرده که 2500 تا مستشار نظامی رو در عراق باقی بگذاره که کار تعلیم ارتش عراق رو به انجام برسونن. بعد حکومت ایران میاد و به اینا دستور میده که به پایگاه آمریکا حمله بکنه. یعنی از یه طرف مذاکرات در وین ادامه داره یا نداره، و از طرف دیگه حکومت ایران همچنان سعی میکنه که زور بازو نشون بده، هم حوثی ها که اشاره کردید و هم گروه های شیعه وابسته به حکومت ایران در عراق، که اینها زور بازو نشون میدن، که یعنی هشدار میدن به آمریکا که اگه من امتیازاتی رو که ما انتظار داریم به ما ندی پدرتو در میاریم. البته اینا همش تهدیدهای توخالیه، به خاطر اینکه حالا بین الاسد هم سه تا کاتیوشا بزنن، کسی کشته نشده. اگر آمریکایی کشته بشه ایالات متحده ناچاره که واکنش نشون بده و اون موقع واکنش بسیار دردناک خواهد بود برای حکومت ایران. از یه طرف اینها میدوزن، از یه طرف پاره میکنن که هم مذاکرات بیشتر طول بکشه و هم آمریکا خسته بشه. یعنی یک سیاست فرسایندگی رو اینا در پیش گرفتن که آمریکا و اروپا در یه لحظه بگن خب ما دیگه بسمونه، تسلیم میشیم، بریم پیکارتون. و این اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی یعنی اروپای غربی و ایالات متحده دوباره تاریخ تعیین کردن که اگر تا تاریخ معینی گفتگوها به نتیجه نرسه، اون موقع دیگه اعلام شکست یا به بن‌بست رسیدن مذاکرات رو میکنن و اون موقع دیگه باید به احتمالات دیگری بپردازن. این کوسه و ریشپهنی که شما بهش اشاره کردید در واقع همین است که هم میخواهن هم نمیخواهن، هم با دست پیش میکشن هم با پا پس میزنن، هی زمان میخرن. و این هم فکر میکنم تا حدودی نتیجه یک نوع اختلافاتی هست که در داخل حکومت در ایران وجود داره. یعنی با اینکه ظاهرا رئیسی و خامنه‌ای در یک خط قرار دارن، ولی عملا اونهایی که وظایف و مسئولیت‌های اجرایی رو به دست دارن، یعنی باید شکم مردم رو سیر بکنن، فشار میارن به خامنه‌ای و سپاه پاسداران که بابا چنین وضعی نمیتونه ادامه پیدا کنه، بنابراین بیاید دست از لجبازی بردارین و یک
سیاستی رو در پیش بگیرید که ما بتونیم به نتیجه برسیم، تحریم ها برداشته بشه، پول های ما آزاد بشه و غیره و غیره. همه اینها با هم این وضع بغرنج کنونی رو به وجود آورده. بفرمایید. ممنون از توضیحاتتون. خواهش میکنم. یه چیزی به ذهن من اومد، اونم یه مسئله مهم بود. این روزا 2 سال از سالگرد مرگ قاسم سلیمانی گذشت. با این همه هیاهو، این همه گفتارهای مختلف، سعی کردن ازش یه امامزاده درست کنن. شما چی فکر میکنین؟ بله، من فکر میکنم امامزاده رو واقعا دارن درست میکنن. یعنی به زودی زود اینا تحصیل خواهند داد که قبل این فرد، یک فرد جانی، یک فرد توطئه‌گر، یک فرد فتنه‌جو، به یک نوع امامزاده جدید مبدل بشه. و اطمینان دارم که حکومت برای رسیدن به این هدف از هیچ هزینه صرف نظر نخواهد کرد. ببینید، کشته شدن قاسم سلیمانی یک شکست بزرگ برای حکومت بود. کدوم حکومت؟ همون که گفته بود ما آمریکایی‌ها رو بیرون میکنیم، پدرشون در میاریم، از عراق بیرونشون میاندازیم. و معلوم شد که ایالات متحده این قدرت رو داره و این اطلاعات دقیق رو داره که از لحظه‌ای که قاسم سلیمانی از فرودگاه بیرون میاد، سوار اتومبیل میشه و به حرکت در میاد، با پهپادهای آمریکایی این رو نابودش میکنن، در حدی نابود میکنن که هیچ قطعه از بدنش سالم باقی نمیمونه و فقط انگشترش و اون انگشتی که نشون دادن که این انگشتر روش بود. و این یک شکست بزرگ بود برای حکومت. حالا اینا میان ترفند میبندن و میخوان این شکست رو به یک پیروزی بزرگ مبدل بکنن. این است که جسد سلیمانی رو میارن، از سراسر ایران میگذرونن، ده ها میلیون دلار هزینه این تبلیغات میکنن که این رو بچرخونن، بعدم کاریکاتور ترامپ رو میکشن که داره گلف بازی میکنه و پهپاد ایرانی بالای سرش آمده و میخواد به شلیک بکنه و گفتن که مواظب باش ترامپ، ما تو خونت هستیم. اینا همش حرف بلوف رجزخانی باطل عباطیل و در واقع هیچ کار عملی، هیچ انتقام جوی جانانه ای نتونستن به عمل بیارن. حالا چیکار میکنن؟ میرن چند تا کاتیشا به سوی عین الاسد شلیک میکنن، اونم در حالی که خیلی از کاتیشاها به هدف اصابت نمیکنه اصلا، یه دونش هم در فاصله 2 کیلومتری از عین الاسد به زمین میشینه. یعنی دستشون بسته است، پاشون بسته است، ولی اینها باز عربده میکشن، پهلوان پنبه در میارن و چیز هست. میخوام بگن که بله، ما هنوز هستیم، ما هنوز پیروزی، ما هنوز موفقیم و غیره و غیره. بفرمید. پس اینطور که شما میگید نیازی نیست وقتی که آقای ترامپ داره تو فلوریدا گلف بازی میکنه بالای سرش رو دائم چک بکنه ببینه انتقام میگیرن یا نه؟ مطلقا نه. و میتونم بگم که علی خامنه ایست که باید مرتبا بالای سرش تو جماران نگاه بکنه، چون اگر حکومت ایران پهپاد داره و پهپادهای خوبی دارن، خیلی پیشرفته است، ولی پهپادهای کشورهای دیگر بسیار پیشرفته تره و اگر بیاد بالای جماران، خدا میدونه که چجوری این قضیه تمام خواهد شد. بنابراین علی خامنه ایست که باید مرتب بالای سرش نگاه بکنه و نه ترامپ. بفرمایید. این علی خامنه ای و جماران، بریم سراغ وضعیت اقتصادی. با این حکومت مافیایی اینقدر گرونی، سالها پیش که ماها بچه بودیم تخم مرغ دونه یه ریال بود، حقوق یه نفر 500 تومن بود، الان با 11 میلیون تومن نمیتونن زندگیشون رو بگذرونن. با این مافیا، با این وضعیت اقتصادی، با این چک پهپادها بالای سر، به نظرتون چی میشه؟ مردم چطور دووم بیارن؟ ببینید، شما گفتید 500 تومن یعنی یه عدد سه رقمی. آیا وقتی میگیم 11 میلیون میشه حضرت که 11 میلیون چند تا صفر داره؟ اصلا این ارقام انقدر خیالیه که من باور نمی کنم. شما گفتین تخم مرغ چقدر؟
یک ریال بله، من به این رو کاملا و به خوبی به یاد دارم. پدر من که ارتشی بود 300 تومن در ما حقوق داشت و تخم مرغ واقعا یک قرون بود. الان میگن 11 میلیون، یعنی 11 میلیون حداقل دستمزدی است که بتونه حداقل معیشت زندگی رو برای یه خانواده 4 نفره تامین بکنه. این نشون میده که واقعا شکست اقتصادی و حکومت، این تورم مالی تا چه حد بوده. همیشه گفته شده، من چیز تازه نیست که من برملا بکنم، دوران من و شما و روزی که حکومت عوض شد و این بلبشو به وجود اومد، دلار همچنان 7 تومن بود، یعنی 70 ریال. الان ببینید که شده چقدر، شما بگین 24,000 تومن، 25,000 تومن. بله 30,000. 30,000 تومن یه رکورد تاریخی شکوند با 31,000 تومن. با این اوصاف گرونی تو عراق کاتیوشا پرت میکنن به پایگاه های آمریکایی. حتی صحبت انتقام قاسم سلیمانی رو تو جاهای مختلف میکنن مثل اونجا. به دور از شوخی و طنز میخوام توضیح بدید، نظرتون رو بگید، دخالت ایران در امور عراق چقدر برای مردم ایران میتونه هزینه بر باشه آقای امیر؟ بله، من سوال شما رو گسترده ترش میکنم، میگم که دخالت‌های ایران در کشورهای همسایه و نه فقط کشورهای همسایه بهش میپردازیم چقدر هزینه داره. بله، شما یه دونه عراق رو مثلا مثال میزنید، خیلیه. مثلا ماهی ممکنه 5 میلیون دلار هزینه باشه، یعنی در سال 600 میلیون دلار پول کلان نیست. حالا بیشتر از این رو به حزب الله لبنان میدن، بیشتر از این رو در سوریه صرف میکنن، کمتر از این رو به حوثی ها میدن، کمتر از اون رو به حماس جهاد اسلامی در نوار غزه میدن. یعنی حساب بکنید در سال حکومت ایران 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد دلار هزینش میشه برای کارهای استعماری خودش. جز استعمار، این چه واژه دیگری رو میشه دربارش به کار برد؟ وقتی که حکومت ایران میره و در یک کشور دیگری دخالت نظامی میکنه و میخواد که عملا افراد وابسته به خودش رو در اون کشور به روی کار بیاره، خب این استثمار و استعماره، جز این چه میشه گفت؟ یعنی حکومتی که ادعا میکنه که با استعمار جنگیده و میخواد ارزش‌های معنوی رو بر مردم جهان مسلط بکنه، خودش به شیوه استعمار انگلیس میخواد بر عراق و سوریه و لبنان و یمن و جاهای دیگه مسلط بشه، تازه اسرائیل رو هم ویران بکنه. اوکی، بفرمایید. این گوی و این میدان، ولی هیچ پیشرفتی نکردن، هیچ موفقیتی در این 43 سال به دست نیاوردن، ولی یاد نمیگیرن، حاضر به اعتراف نیستن، هنوز ادامه میدن. اگه یه ریز آدم های عاقلی بودن میگفتن خیلی خوب، ما تلاشمون رو کردیم، موفق نشدیم، برمیگردیم. ببینید اینا حتی به حرف خمینی هم اقتدا نمیکنن. خمینی بعد از اینکه جام زر رو سر کشید گفتش که وظیفه هر مسلمان خوب این است که بیشترین تلاش خودش رو بکنه، حالا موفق بشه موفق نشه خدا تعیین میکنه. اگر ما در جنگ با عراق شکست خوردیم، خدا نمیخواد که ما پیروز بشیم. اوکی، ولی این استدلال رو اینها دیگه نمیتونن به کار ببرن، نمیتونن به کار ببرن، بگن ما تمام تلاش ما رو کردیم در عراق، در سوریه، لبنان و غیره و غیره، هیچ موفق نشدیم. واقعا اصلا هیچ موفقیت اینا به دست نیاوردن تا کنون، در هیچ کجا، در هیچ کجا. اینا مثلا میگن که ما تونستیم، فرض بفرمایید که 100,000 نفر رو وارد
اسلام بکنیم و به دین شیعه واردشون بکنیم. اوکی قبول دارم. میره تو کشورهای آفریقایی پول میریزن، یه عده برای که از این پولها بهره مند بشن میگن بله ما اشهد میخونیم و میام شیعه میشیم. اوکی قبول دارم. فرض کنید 100,000 200,000 نفر رو در کشورهای آفریقایی اینا شیعه کردن، دست مریزاد. ولی چند نفر از مردم ایران رو اینا از دین و آیین و اسلام به دور کردن؟ برن خودشون حساب بکنه. الان حتی آخوندها از این شیوه و از این اسلام نمادین، اسلام نمایی انتقاد میکنه خیلی علنی. بنابراین اینها در همه جا شکست خوردن، از مسجد رانده شدن و از میکده هم باز موندن، ولی خب از روی نمیرن. مرتب میگن ما این دستاورد داشتیم، اون دستاورد داشتیم. همینطور که میگن ما با موفقیت یک موشک بالیستیک ماهواره بر رو به فضا پرتاب کردیم و اشیایی رو در فضا قرار دادیم. حالا چه نوع اشیایی خودشون هم نمیگن. و آمریکا اعلام میکنه، میگه ما سراسر فضای خارجی رو جستجو کردیم و شیعی از طرف حکومت ایران ندیدیم. یعنی در واقع آزمایش این موشک بالیستیکشون نه برای به عنوان ماهواره بر بوده، بلکه برای آزمایش یک نوع جدید موشک که اونم هزینه بسیار کلانی داده. رفتن موتورهای تازه‌ای از چین خریدن، از تکنولوژی کره شمالی باز پول دادن و برخوردار شدن، ولی این بار هم برای بار سوم اینها شکست خوردن. ولی از رو نمیرن، از نان مردم ایران میبرن که بتونن موشک بسازن و اون خیال خام، اون آرزوی موهومشون رو برای تسلط بر جهان اسلام عملی بکنن و بعد نمیدونم حالا موشک با برد 6000 کیلومتر میخوان بسازن، بفرستن پاریس رو به موشک ببنده یا برلین رو یا لندن رو، چی به دستشون میاد؟ چه استفاده خواهند بود؟ واقعا آیا یه دونه موشک اینا بفرستن چقدر ممکنه آسیب برسونه؟ خب اونا رو هم پاسخ میدن و پاسخشون 100 پله شدیدتر و بدتر خواهد بود. کجاست عقل شما؟ چه سودی میبرید؟ چرا اینقدر ماجراجویی میکنید؟ چرا اینقدر پول ایران، ثروت ایران، امکانات ایران، جان مردم ایران رو این همه به خطر میاندازید؟ ایران یک کشور بزرگ بوده، هست. ایران یک کشور ثروتمند بوده، امروز دیگه نیستش. و چرا باید اینطوری باشه؟ حساب بکنید که ملت‌هایی از سطح بسیار پایین شروع کردن، الان انقدر پیشرفت کردن. کره جنوبی رو بگیریم. کره جنوبی در مثلا 40 سال پیش وضع اقتصادیش بسیار بدتر از ایران بود. الان وضع اقتصاد کره جنوبی 100 برابر و شاید 1000 برابر بهتر از ایرانه. خب شما چه سودی بردین؟ چطوری ثابت کردین که شیوه باور دینی که شما توصیه میکنید و ساختار سیاسی که شما اعمال کردین شکست خورده؟ اعتراف بکنید. چندونو ببندین، تشریفتونو ببرین، ملت ایران شاد خواهند شد. بفرمایید. کجا تشریف ببرنم البته مورد سوال من اینجوری اینجوری که گفتین با این اوضاع به جای نون و تخم مرغ و شیر و ماست همون باروت و موشک مثل این که باید به جای غذا بدن به مردم. بله نه واقعا میپرسم، شما درست گفتید. کجا برن؟ به سوریه برن که هنوز جنگ تمام نشده، به عراق برن که دولت عراق اونها رو میگیره و به دادگاه بین المللی تسلیم میکنه، به لبنان برن، حزب الله روز به روز ضعیف‌تر میشه و به دام خواهند افتاد، به یمن برن، اونجا هنوز جنگ ادامه داره، به ونزوئلا برن، شاید ونزوئلا، ولی ونزوئلا هم اونها رو نخواهد پذیرفت. تازه تو راه ممکن اینا رو بگیرن، دستگیر بکنن. اگه یک نفتکش ایرانی رو در نزدیکی های ونزوئلا آمریکا توقیف میکنه، خب کشتی حامل این گروه ها رو هم توقیف خواهد کرد. یعنی من این رو هم
از نقطه مثبتش میگم هم نقطه منفیش میگم. نقطه مثبتش این است که جایی ندارن فرار بکنن. نقطه منفیش این است که چون جایی ندارن فرار بکنن تا آخرین لحظه میمونن، مقاومت میکنن، مردم رو میکشن، بیرحمانه مردم میکشن تا شاید بر کرسی قدرت همچنان باقی بمانند، ولی اشتباه میکنن. هر اندازه بیشتر بکشن خشم مردم ایران بیشتر خواهد شد. امروز آدینت گفتیم راجع به موضوع های دیگری صحبت کنیم، ولی چه کنیم، بس به اینجا میرسه. بدبختی ملت ایران، فقر ملت ایران، سوء مدیریت رژیم و بیرحمی این افرادی که بوی از انسانیت نبردن. بفرمید. خیلی ممنون آقای امیر. یکی از شیرین ترین قسمت های بحث امروزمون این چایی خوش رنگ شما تو استکانای قشنگه که ممنون که آدینتون رو باز با ما بودید. آدینه شادی برای شما و همه ایرانی های خارج از مرزها آرزو میکنم. ملت ایران چی خانم؟ یادتون رفت؟ گفتم تمام ایرانی های خارج از مرزها که تو ایران هم هستن. یعنی ایران هم خارج از مرزه؟ مرزهای خودمون رو گفتم، کسایی که اینجا هستن و داخل ایران هستن، همه جای دنیا. بله، واقعا دعا بکنیم. واقعا چقدر ملت ایران مهنت بکشه. ملتی که در آستانه ورود به تمدن بزرگ بود، ملتی که بنیادش رو ریخته بود که بتونه در امور تکنولوژی، علم، پزشکی، آبیاری، کشاورزی، تعلیم و تربیت و چیزهای دیگه و حتی هنر و موسیقی و سینما پیشرفت بکنه. هیچ کدوم از اینا خانم نگار برای ملت ایران باقی نمونده. خیلی باعث تأسفه، ولی باز من هم مثل شما میگم که امیدواریم سال بهتری داشته باشیم، سالی که مهنت ها به پایان برسه، سالی که مردم ایران آزادی خودشون رو باز یابن و سال همزیستی و همکاری و همیاری باشه بین تمام ملت های جهان. ما هممون از یک نژادیم، هممون از یک تیره هستیم، هممون انسان هستیم و باید با هم همکاری بکنیم. همینطور که در مورد کرونا و اومیکرون مردم دنیا باید با هم همکاری بکنن که این بلا هم از سر ما بره، اونم چمدونش ببند و گورش رو گم بکنه. سپاسگزارم ازتون. همچنین اینجا البته خیلی ها چمدون بسته بودن برای تعطیلات، پروازها کنسل شد. بله درسته. منم الان مدتی که میخوام یکی دو تا سفر به خارج از کشور بکنه، از اسرائیل، حتی میخوام مهمون دعوت کنم دوستانم رو از کشورهای دیگه که بیان اینجا یک چند روزی با هم باشیم و فعلا نمیشه، ولی امید، انسان به امید زنده. امیدوار باشیم که بالاخره به هدف خواهیم رسید و روزهای بهتری در پیش خواهد بود. خیلی سپاسگزارم ازتون. من هم خیلی سپاسگزارم. امید چیز خیلی قشنگ و زیباییه. آدینه شادی داشته باشین. مرسی. خداحافظ. آدینه با آقای منشه امیر، میزبان خانم نگار نازنین.